که برای استراحت وارد مسافرخونه میشه ولی نمیدونه که چه آینده وحشتناکی در انتظارشه. گیلاسی سلام، امروز براتون فیلمی به اسم بربریان آوردم که مال سال پیش هست و خیلی توی زمینه ترسناک در موردش بحث شد به خاطر اینکه سینمای وحشت خیلی خوب به نمایش گذاشت و ترس و جامپ اسکرای خیلی خوبی هم توش قرار گرفته. موضوعش هم خیلی خوبه و خصوصا که پایان بندی به نظرم جالبی داره و میریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپول کامرا صحنه خشنشم باشه. با شروع فیلم دختری به اسم تسا میبینیم که از اینترنت یه خونه اجاره کرده و تو بارون شدید به آدرس میرسه، اما هرچی میگرده کلیدا رو پیدا نمیکنه و وقتی هم با کسی که خونه رو اجاره داده تماس میگیره طرف تلفنش رو جواب نمیده. حالا نمیدونه چیکار کنه و یه دفعه متوجه میشه که چراغای داخل خونه روشن میشن و یعنی یکی اونجاست. برای همین زنگو میزنه که یه مرد میاد جلوی در. این مرد اسمش کیسه، میگه من اینجا رو اجاره کردم و حتی تاییدیه اجاره هم داره و مشخص میشه صاحب خونه اشتباه هم به دو نفر اینجا رو اجاره داده. خلاصه که تس خیلی به هم ریخته و بارون هم شدیده و برای همین کیس اجازه میده که بیاد داخل. دختر یکم ترسیده و سعی میکنه دنبال خونه یا هتل دیگه بگرده، اما هیچ جایی برای اجاره خونه نیست. کیس هم میگه یه همایش خیلی مهم توی شهر رو، برای همینم غیر ممکنه بتونی هتل خالی پیدا کنی، برای همینم بهتر شب اونجا بمونی و برای اینکه خیال دختر راحت تر شه کمکش کن لوازمشو ببره توی اتاق خواب. تس متوجه میشه که فول مرد تو اتاق و یواشکی از کارت شناساییش برای اطمینان عکس میگیره. بعدم یه دوش میگیره و وقتی میاد بیرون میبینه که کیسه شراب آورده که بخورن. تس که هنوز مشکوک قبول نمیکنه و فقط میشینه که حرف بزنن. تس تعریف میکنه که اومده اینجا تا با یه کارگردان مصاحبه کنه بلکه بتونه نقش فیلمشو به عهده بگیره. جالبه که کیس کاملا کارگردانو میشناسه و حتی قراره برای فیلم جدیدش هم تو زمینه داستانش کمکش کنه. همین حرفا هم صمیمیترشون میکنه و دیگه دوتایی شراب میخورن و حرف میزنن. بعد ملافای تخته رو تو همین شوخی و خنده ها عوض میکنن و مشخصه کیس از این دختر خوشش اومده. در آخر هم هر کدوم میرن تو اتاق بخوابن که نصف شب تس با صدای در بیدار میشه. هیچ کس پشتش نمیبینه و وقتی میشنوه که کیس داره به آرومی تو خوابش میگه کمک کن خیلی میترسه. برای همین سمت اتاقش بیرون متوجه میشه پسر داره کابوس میمیره. یه دفعه هم از خواب میپره و هر دو میترسن. از تس میپرسه اینجا چی کار میکنی و اونم میگه تو در اتاقو باز کردی یا نه. کیس هم میگه من نبودم. این دفعه تس در اتاقش قفل میکنه و روز بعدی که بیدار میشه کیس خونه نیست. نامه ای هم روی میز گذاشته که بابت شب قبل تشکر کرده و گفته که من میرم یه سری کار دارم انجام بدم. بعدش هم خود تس که آماده میشه تا بره دنبال مصاحبهش، وقتی که از خونه میره بیرون متوجه خونه های اطراف میشه. خونه هایی که همه داغونن و اینجا تنها محل قابل سکونتشونه. تا فاصله زیادی هم وضع کل شهر اینطوری و بالاخره به رستورانی برای مصاحبه میرسه. مصاحبه هم خوب پیش میره، اما وقتی کارگردان میفهمه که تس توی کدوم محل اقامت داره بهش میگه سریع از اونجا برو بیرون چون خیلی خطرناکه. اما تس میگه حواسم هست و با خیال راحت به خونه برمیگرده. همین که میرسه یه مرد بی خانمان فاصله دور سمتش میدوه و داد میکشه. تس حسابی ترسیده و موفق میشه قبل رسیدن مرد به خودش سری کلیدو برداره و داخل خونه پناه بگیره. بی خانمان هم هی داد میزنه که نرو اون تو وگرنه میمیری. حالا تست به پلیس زنگ میزنه اما نیروی نزدیکشون نیست که سری برسه و انگاری پلیس می پیش اومدشون و اونم شروع میکنه به جمع کردن لوازمش و اگه مشکلی پیش اومد برای همیشه از خونه در بره. توی این مدت هم متوجه میشه دستمالای توالت تموم شدن و میره از زیر زمین یکی دیگه بیاره که به خاطر احمق بازیش در زیر زمین هم روش قفل میشه. بدبختی اینجاست کلید در خونه هم همراه خودش آورده و حتی کیس هم اگه برگره غیر ممکنه بتونه بیاد تو. گوشیش هم اونور جا گذاشته و در زیر زمین هم کلا باز نمیشه. متوجه پنجره کوچیکی میشه و سعی میکنه چیزی پیدا کنه که باهاش بشکنش و همین هین متوجه یه تناب عجیب میشه. وقتی میکشتش در مخفی توی زیر زمین باز میشه. تس با نگرانی و تعجب رو به روش میشینه. حالا هیچ کاری نداره که انجام بده و باید منتظر کیس بمونه بلکه کمکی بهش برسونه و تصمیم میگیره این درم چک کنه. یکم نور داخلش میندازه و میفهمه یه راهروی طولانیه. میره داخلش و کمی جلوتر یه در دیگه است که بازش میکنه و اون طرفش یه تخت خواب خونی، یه دونه سطل و یه دوربین فیلمبرداریه. تس با وحشت به زیر زمین برمیگرده و میفهمه کیس هم رسیده. برای همین سری به پنجره میکوبه و با یکم باز کردنش کلیدو میده به کیس و اونم موفق میشه که درو باز کنه و نجاتش بده. حالا تس میدوه سمت در ورودی و میخواد فقط لوازمش رو برداره و در بره و کیس همین برسه چی شده و اونم قضیه اتاق مخفی رو تعریف میکنه. بعدم به تس میگه مطمئنم داری زیاد میترسی و همینجا بمون تا منم برم ببینم قضیه چیه. فقط وایس برگردم که یه موقع تو دیدنی منم گیر نکنم. کیس میره و بعد مدتی تسم میره دنبالش که بفهمه چی شده. این بار حواسش هست و قبل بسته شدن در یه صندلی جلوش میذاره. وقتی هم میرسه به راهروی مخفی هرچی کیس رو صدا میکنه جوابی نمیشنوه. میره تو همون اتاق مخفی که پسر اونجا نیست و تازه میفهمه که یه در دیگه هم توی راهرو وجود داره. دری به یه سری راه پله دیگه.
یه دفعه کیس فریاد میکشه کمک و تست بدون چاره دیگه ای به آرومی میره پایین. صدای کیس باز قطع میشه و دختر با دیدن یه سری قفس با ظرف غذای حیوان بیشتر میترسه. بالاخره کیس رو میبینه که خیلی ترسیده و میگه یه نفر منو گاز گرفت. بعد میخوان دوتایی فرار کنن اما نمیدونن کدوم راه درسته و همین لحظه موجود وحشتناک شبیه یه زن پیدا میشه و کیس رو میگیره. شروع میکنه به کوبیدن سر پسر به دیوار تا جایی که خورد میشه و وقتی موجود میره سمت تست میریم به سکانس بعد و نمیدونیم چی میشه. حالا بازیگر معروفی به اسم ایجی رو میبینیم که تو ماشینشه و همکارش زنگ میزنه. بهش خبر میده که از فیلم جدید اخراج شدی چون یه خبر پخش شده که با یکی از بازیگرای دیگه رابطه اجباری داشتی و بهش تعرض کردی. ایجی خیلی ترسیده و سری تو اینترنت مقاله های مربوطش رو میخونه که میفهمه آبروش رفته و همه دوران حرفه ایش داره نابود میشه. سعی میره پیش وکیل خوب و میفهمه همچین پرونده خیلی هزینه زیادی داره و بناچار بلیط میگیره که بره به دیترویت، جایی که یه ملک خریده و میخواد بفروشتش تا بتونه از پس هزینه وکیل بر بیاد. وقتی به خونش میرسه میبینیم همون جایی که کیس و تس اجاره کرده بودن و ایجی متوجه ماشین و لوازم این دو نفر میشه. با عصبانیت به املاک نزدیک زنگ میزنه و میپرسه که بدون اجاره دادن من به کی خونه رو اجاره دادی؟ اونم میگه نزدیک 2 هفته هیچ که اونجا رو اجاره نکرده. ایجی که درگیریاش چیزای دیگه ایه بی خیال میشه و میره به یه بار که دوست قدیمیشو ببینه. وقتی دارن حرف میزنن هم متوجه میشیم ایجی واقعا به اون همکارش تعرض کرده و همش میخواد توجیه کنه که خود اون دختره دلش میخواسته و من کاری نکردم. ولی خب مشخص جریان جور دیگه ای بوده. روز بعدی که میرسه ایجی شروع میکنه به گشتن چمدونایی که تو خونه‌شن، بلکه بفهمه برای کیان و اصلا چرا اینجا. لپتاپ دستم برمی‌داره اما رمزشو نمیدونه. با دیدن کلیدای ماشینش که هنوز اینجا، میگه پس غیر ممکن از خونه در رفته باشن و شروع میکنه به گشتن که بفهمه کجا قایم شدن. میرسه به زیر زمین، یه چاقو و چراغ قوه با خودش میبره. اونم متوجه تناب عجیب میشه و با کشیدنش در مخفی رو میبینه. ولی خب برخوردش جور دیگه ایه و با خوشحالی میاد تو اینترنت رو سرچ میکنه که زیرزمین مخفی باعث میشه قیمت فروش خونه بره بالاتر یا نه. برای 1 متر برمیداره تا این اتاق مخفی رو اندازه بگیره و بفهمه چقدر میتونه گرونتر بفروشتش. دیدن اتاقی که توش دوربین و تخت هم داره براش خیلی عادیه و با فهمیدن اینکه یه در مخفی دیگه هم هست باز بیشتر ذوق میکنه و اصلا نمیترسه. همینطوری از پلا میره پایین که اندازه بگیرتشون و به قفسهای عجیب و ظرف غذا هم توجهی نداره. نوری تو انتهای راه توجهش رو جلب میکنه و وقتی میره سمتش یه اتاق دیگه میبینه. اتاقی با بوی وحشتناک، یه سری لاحاف و یه دونه تلویزیون که توش داره آموزشی برای پرستاری از بچه ها نمایش میده. همین لحظه متر ایجی یهو تکون میخوره و اونم میترسه و ولش میکنه و با وحشت به سمت انتهای راه رو میدوه. یه دفعه اون زن وحشتناک جلوی ساحر میشه و اونم با فریادی به دویدنش ادامه میده که میوفه توی چاله و زخمی میشه. میفهمه توی یه تله مثل قفس افتاده و تس روبروشه که مدام بهش میگه ساکت باش و هیچی نگو. حالا تو سکانس بعد میریم به 40 سال پیش، اوایل ساخت این خونه که هنوز محله خیلی پر عشق و حاله. مردی به اسم فرانک صاحب اصلی خونه است و میره به فروشگاه و یه سری لوازم مثل پوشک بچه و پستونک میخره. بعد که سوار ماشینش میشه با رفتار عجیبی به یه زن غریبه زل میزنه و تعقیبش میکنه. حالا با پوشیدن لباس برقکارا به بهونه چک کردن کنتور میاد داخل خونه که وقتی زن حواسش نیست قفل پنجرهشو باز میکنه و از خونه میره بیرون. برمیگره به خونش و یکی از همسایه‌هاش میگه من و چند تا دیگه از همسایه‌ها میخوایم خونه‌هامونو بفروشیم چون اینجا یه سری مشکل بد داره پیش میاد و ارزش خونه‌هامون کلا قرار از نصف هم کمتر شه. ولی فرانک میگه من هرچی هم بشه همینجا میمونم و خونه‌مو نمیفروشم. بعدم میره داخل خونه و همین که در زیرزمین باز میکنه صدای جیغ زنی رو میشنویم. دوباره میایم به زمان حال. تست به ایجی با صدای آرومی میگه هیچی نگو چون این زن وحشتناک از صدا متنفره و یهو میاد میکشتمون. از بالای قفسشون یه دفعه زن دستشو میاره پایین که یه شیشه شیر عجیبم داره. تست شروع میکنه به نوشیدن شیر. وقتی ایجی این کارو نمیکنه به آرومی میگه فقط اداشو در بیار چون این زن فکر میکنه ما بچه هاشیم. بازم ایجی این کارو نمیکنه که زن میپره پایین. تست مثل مادر مهربون بغل میکنه و میره سمت ایجی و پای اونو میکشه تا با خودش ببره بیرون. میرن به اتاقی که توش تلویزیون بود و شروع میکنه مثل بچه ها ایجی رو پاش بخوابونه. حالا تست از همین موقعیت استفاده میکنه و پا به فرار میذاره. وقتی توی راه رو پاش روی متری که ایجی آورده بود میفته صدای بلندی میاد و هیولا میندازه دنبالش. در زیر زمینم بسته است و تست وحشت زده سری پنجره رو میشکونه و میخواد بره بیرون که یه رفعه یه مرد بی خانمانم میاد و کمکش میکنه. همین که تست میره بیرون زن وحشتناکم میبینیم که انگار به خاطر روشنایی خورشید نمیتونه بیاد بیرون. بی خانمان سری تست رو از اونجا دور میکنه و میفهمیم همون کسیه که یه بارم دویده بود سمتش و میگفت از خونه در برو.
مرد میگه از همین الان فقط باید در بریم. اون زن هر شب میاد دنبالت میگرده و بهتر ازش دور شده باشی. اونم راه میفته. برمیگردیم پیش ای جی. تو فرصتی که هیولا اومده بیرون، اونم فرار میکنه و از طرف دیگه راه رو ادامه میده. میرسه به اتاقی که یه دفعه متوجه مرد وحشتناک دیگه روی تخت میشه. مردی که میدونیم اسمش فرانک بود و حالا پیر شده. همون صاحب اصلی خونه. تسن در حال فرار به پمپ بنزین میرسه و با پلیس تماس میگیره. اما وقتی مامورا میرسن، به خاطر ظاهر به هم ریخته تس، فکر میکنن بی خانمان یا معتاد و جدی نمیگیرنش. وقتی هم با آدرسی که میگه میرن تا ایجی رو نجات بدن، کلا به اینکه خود این دختر دوز باشه شک میکنن و بی توجه به خواهشاش ولش میکنن. دوباره میریم پیش ایجی. فران که پیر به طرفی اشاره میکنه و ایجی برای کمک به میزی که اشاره کرده بود میره و میارتش. بعدم اطراف اتاق میگرده و میبینه کلی فیلم ویدیویی کنار همن که روی هر کدوم اسم یه دختره. وقتی یکیشونو میذاره میبینه که فیلم تعرض فران که جوون به یه دختر توشه. با عصبانیت داد میزنه اینا چیه و تو چی کار کردی؟ فران که رفعه از میز کناریش یه اسلحه برمیداره و قبل اینکه ایجی کاری بکنه مغز خودشو میپاشونه. بیرون خونه هم تست میبینن که با ترس از تاریکی هوا مجبور میشه بیاد داخل خونه و سویچ ماشینشو برداره. همین که ماشین روشن میکنه هوا کلا تاریک شده و یه رفعه زن وحشتناک میاد بیرون. تست پاشو میذاره روی گاز و موفق میشه اونو یه گوشه گیر بندازه و وقتی تکون نمیخوره میفهمه مرده. حالا تصمیم میگیره ایجی هم نجات بده و میاد داخل زیرزمین مخفی، در حالی که ایجی هم اسلحه فرانکو برمیداره که بتونه از خودش محافظت کنه. هر دو توی زیرزمین پرسه میزنن و وقتی به هم میرسن ایجی به خیال اینکه همون هیولای به تست شلیک میکنه، تیر به پهلوش میخوره و وقتی میفهمه چیکار کرده سری دست تستو میگیره که دوتایی در برن. میرسن به ماشین و حالا تست میبینه که خبری از اون هیولا دیگه نیست. ماشینش هم نمیتونن حرکت بدن. سویچ ماشین ایجی هم توی زیرزمین افتاده. برای همین مجبور میشن پیاده از اونجا دور شن. با راهنمایی تست میرسن به محلی که مرد بی خانمان شب مونده و اونم کمکشون میکنه و بهشون میگه خیالتون راحت، هیچ وقت اون زن به اینجاها نمیرسه. بعدم قضیه اصلی خونه رو توضیح میده. میگه مردی به اسم فرانک اونجا بود. فرانک یه متجاوز سریالی بود که زنا رو میدوزید و به زور حاملهشون میکرد. بعدم مجبورشون میکرد بچه‌شو توی همون زیرزمین بزرگ کنن. بچه‌ها که به سن بلوغ میرسیدن میناخیشون به جون هم تا دوباره رابطه داشته باشن و همینطوری نسلشون رو ادامه بدن. انقدر ادامه پیدا کرده که رسیده به همین زن وحشتناک که بعد تقریبا 3 نسل رابطه بچه‌های فرانک به دنیا اومده و کلا روانیه. الان نزدیک 40 سال همون زندگی میکنه. همین لحظه هیولا پشت سرش پیدا میشه و جلوی چشم بقیه دست و پاشو از بیخ جدا میکنه. ایجی و تست دوباره فرار میکنن و مشخص تست به خاطر مجروح بودنش نمیتونه درست بدوه. میرسن به یه برجک و ازش میرن بالا و تازه ایجی احمق یارش میاد که اسلحه داره. اما همین که میخواد درش بیاره از دستش میفته پایین و نگاهی به تست میکنه. بهش میگه ببخشید ولی اون دوستت داره و دخترو هول میده پایین. در حالی که داره میفته هیولا هم میپره پایین به خاطر اینکه میخواد تست مثل بچه خودش نجات بده. همینم میشه و وقتی ایجی میاد پایین میبینه که مادر یا همون هیولای وحشتناک خودشو زیر تس انداخته و مرده، اما دختر زنده است. تس میپرسه چی شد و ایجی دروغگو میگه نمیدونم، اومدی بالا یو پات لیس خورد. اما این بار هیولا نمیذاره که ایجی با دروغاش قصه رو در بره. یه دفعه بلند میشه و شروع میکنه به درآوردن چشمای ایجی و بعدم نصف کردن سرش. بعد میره سمت تس و میخواد مثل بچهش بغلش کنه، اما تس به خاطر گلوله خیلی داد میکشه. زن وحشتناک هی سمت خونه رو نشون میده و به زبونی عجیب میفهمونه که باید ببرمت خونه تا خوب شی. تس دستش به اسلحه‌ای که افتاده بود میخوره و به آرومی برش میداره. میگیرتش روی صورت زن و اون انگار خیلی ناراحت میشه چون نمیخواد بچهش این کارو کنه. خود تس هم دلش نمیاد ولی در آخر این تصمیمو میگیره و با شلیک گلوله میکشتش. با عنوان سکانس آخر تسو میبینیم که داره با قدم زدن از شهر دور میشه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. این فیلمو باید حتما یه بار ببینید به خاطر اینکه خیلی صحنه‌های ترسناک و جامپ اسکراش خوبن، یعنی قشنگ میتونه بترسونتون. یه سری جاهاش من نگفتم که قشنگ بتونید بترسید و فیلم خیلی براتون اون جاهاش اسپویل نشه. در کل محتوای جالبی داره و تابو شکنهای قشنگی توش به نظرم شکل میگیره. یکی از بهترین جاهاش اینه که شما از اول فیلم هی رفته به رفته شک‌های مختلفی تو ذهنت شکل میگیره. اول شک میکنه که نکنه کیس میخواد با این دختره یه رابطه‌ای داشته باشه و برای همین داره گولش میزنه بیاد تو. ولی خب مطمئن میشیم که تست خیلی حواسش به این چیزا هست، قشن چک میکنه که این مرد واقعا اینجا رو رزرو کرده باشه، حتی از عکس کارت شناساییش عکس میگیره که داشته باشه اگه مشکلی براش پیش اومد. کلا خیلی حواسش به این چیزا هست، مشروبشون نمیخوره و خب تا یه جای ما به این مرد شک داریم ولی کم کم شکمون برطرف میشه. وقتی این دختر میره زیر زمینو کشف میکنه میگیم که خب پس شاید واقعا یه نفر داره این کار رو میکنه و مال همون لحظه هستش که قبل ترش هم اون بی خانمانو دیدیم و فکر میکنیم که نکنه این بی خانمانه واقعا یه کاری هست و کلا این قضیه برای اونه. دوباره میره جلوتر، میرسه به جایی که کلا این اتفاق میفته و میفهمیم که نه، یه نفر واقعا تو زیر زمین هست و این کارو رو انجام میده.
میاد عقب، میریم سراغ ای جی و ای جی رو که میبینیم دوباره میگیم که آها، پس این که صاحب اصلی خونه است، همه چیز زیر سر اینه. هی مدام ما شکمون عوض میشه و توی هر کدوم از صحنه‌ها هم یه اتفاقی میفته که شکمون بیشتر میشه. مثلا ای جی اون قضیه که میفهمیم به همکارش تعرض کرده، یا اون اولش که کیس رو میبینیم، کیس خیلی رفتار عجیبی داره، یعنی یه جوریه که انگاری زیادی داره صمیمی میشه و یه خورده خود به خود آدم به شک میکنه و میرسه به جایی که یه گذشته تقریبا 40 سال قبل رو بهمون نشون میده توی دیترویت، قبل از اینکه داغون بشه و خیلی رنگ و رنگ، آدما همه حالشون خوبه و توی اونجاست بدون اینکه به ما یه صحنه ترسناک نشون بده، بدون اینکه کوچیکترین اتفاق بدی توش بیفته که حالمون به هم بخوره، میفهمیم که یه آدمی که مثل بقیه داره عادی زندگی میکنه به اسم فرانک باعث همه این اتفاقاست، کسی که دختر رو میدزدیده، تو زیر زمین بهشون تعرض میکرده و توی صحنه خیلی رنگی رنگی به ما این آدم عوضی و وحشتناک رو بهمون نشون میده. این خیلی خفنه و کارگردان واقعا نابغه است که تونسته همچین حرکتی رو انجام بده. نکته دیگه شباهت خیلی زیاد فرانک با ای جی. یه سکانسی هست که ای جی میره تو زیر زمین و فرانکی که حالا پیر شده و تو زیر زمین و میخواد خودش رو بکشه رو میبینه. اون لحظه‌ای که روبروی هم دیگه وایسادن خیلی قشنگه که انگاری ای جی آینده‌اش قراره مثل فرانک بشه. ای جی کسیه که برای دوستاش با افتخار تعریف میکنه با اون دختره رابطه داشته و هم خودش رو توجیه بکنه که بگه من این کارو نکردم، خودش می‌خواسته، میخواد توجیهش بکنه. ولی هرچی که بیشتر حرف بزنه ما میبینیم که دقیقاً همه اتفاقا مساوی با همون تعرضن. من تو چند تا نقد ایرانی خوندم، طرف نوشته بود که آره فیلم بیش از حد فمینیستیه و میخواد نشون بده که زنها هم به همه مردا باید نگاه بد داشته باشن و اگه مثلا یه زن مثل همکار ای جی بهش تهمت بزنه که باهاش رابطه داشته قطعا بهش تعرض کرده. آقا فیلمو کامل ببین، شما تعریف کردن ای جی ببین چی میگه راجع به اون دختر، قشنگ معلومه که داره خودش همین چیزی رو به زبون میاره و خیلی عادی بهش نگاه میکنه، انگاری که اینکه دختره نمیخواسته و مثلا یه خورده مقاومت کرده یعنی دلش میخواسته و خجالت اشته بگه. آقا نمیخواست، تو نباید باهاش میخوابیدی، اگه این کارو کردی پس بهش تعرض کردی، خیلی واضحه، این اصلا نیاز به توضیح نداره. نمیدونم چرا بعضی از این منتقدای ایرانی توی سایتاشون مدام میخوان فیلمای خارجی رو بکوبن، بگن که یه محتوای مثلا بیش از حد فمینیستی یا خیلی بیش از حد در مورد نژاد پرستی توش داره. آقا این فیلم خیلی به نظرم عادیه تو فیلمای ترسناک، اصلا این داستانا توش نیست. درسته یه سری جاهاش هست که میاد فمینیسمو توش نشون میده، مثلا اینکه اون زن قدرتش بیشتر از مرد بود، یعنی زنه تونست خیلی راحت بره تو خونه بیاد بیرون، همون کسی بود که تونست ای جی رو نجات بده و به ای جی میتونست کمک بکنه که اون موقع اون زن نگیرتش، میگفت ساکت باش، یعنی عقلش بیشتر از مرده بود. چه ربطی داره؟ خب این یه شخصیت قهرمان زن داره توش میسازه، دلیل بر فمینیسم بودن و بیش از حد بودن این زمینه توش نیست، یه شخصیت قهرمان زن داره میسازه. اگه حالا مرد این کمک رو میکرد یعنی موقع مثلا برعکس فمینیسم نبودش، یعنی موقع ضد فمینیسم میشد فیلم، ربطی نداره، قهرمان میتونه زن باشه یا مرد، هر کدوم. اینی هم که میگم اون خبر در مورد ای جی پخش شده، شما حرف زدنشو بفهمی قشنگ میفهمی که واقعا اتفاق افتاده و الان فهم میخواد انکارش بکنه، میخواد یه جوری خودشو گول بزنه که همچین کاری انجام نداده ولی در واقع انجامش داده، کاملا همین واضحه. خلاصه که به خاطر همین کاری که انجام داده با فرانک خیلی شبیه به هم، فرانک کسی بود که تو گذشته با هزاران دختر این کار انجام داده، با فیلماشو گرفته بود، ای جی کسی بوده که تازه اول راهشه، با اولین نفر این کارو کرده و اگر واقعا این کارو انجام میداد شاید یه روز به همین فرانک تبدیل میشد. فرانک نماد یه آدم متجاوزه که هیچ وقت نتونسته به خاطر کثافت‌کاریاش، به خاطر هرمزاده بودناش به سزای کارش برسه، یه آدمی که در زمین خودش حبس شده و هیچ وقت پلیس نگرفتتش و کلن پروندهش هم بسته شده، گفتن یه مدت خیلی وقت پیش یه دونه قاتل متجاوز اینجا بوده، الان هم معلوم نیست کجاست، پروندهش بستن رفته، این هم به سزای کارش نرسیده، آخرش هم جون خودشو میگیره و کلن هیچ کس نمیتونه ازش انتقام بگیره. خلاصه که یه نکته خیلی مهم فیلم شباهت این دو نفر و اون سکانسی که روبروی همه به نظرم خیلی قشنگ اینو به نمایش میذاره برامون. نکته دیگه که در مورد فیلم میخوام بهتون بگم، اگه فیلم دونت بریز یا نفس نکش رو دیده باشید میفهمید که چقدر محل زندگی اون با این فیلم شبیهه. دیترویت واقعا اتفاق براش افتاده توی دوره‌ای به خاطر وام مسکن و اتفاقهایی که میفته مردمش مجبور میشن اونجا رو ول کنن، به یه شهر خرابه کلان تبدیل میشه و دونت بریز و این فیلم رو توی یه لوکیشن توی همون دیترویت واقعی فیلم برداری میکنن، دیترویتی که الان داغون شده و همه خونه‌هاش خرابن، کلا مثل شهر ارواحه، میان واقعا توی یه جا فیلم برداری میکنن، برای همینم هست که خیلی بین محله‌هاشون شباهت داره. جدا از این شباهت زیاد هم بین مکانیزم این دوتا فیلمه، یعنی هر دوشون نباید حرف بزنن، همون دو وقتی که ای جی میره توی زیر زمین و تست بهش میگه ساکت باش هیچی نگو، دقیقا چیزی که تو دونت بریز بود، نباید هیچ حرفی میزدن و الا اون طرف میمد دنبالشون رو میکشتشون. خیلی شباهت دارن این دوتا و هم جدا از لوکیشن اصلی فیلم برداریشون.
دیگه همین فیلم هم پایان بندش چیزی نیست بخوام راجبش صحبت بکنم، خیلی واضح بود. یعنی این فیلمایی نبود که تویست داشته باشه و بخواد گیجتون بکنه، خیلی واضح تموم شدش. فقط لازم دونستم چند تا حرفو بزنم به خاطر اینکه میگم بعضی از منتقدای ایرانی همشون نمیگم کلا یه آدم هیتری ان که فقط بدشون میاد یه کارگردان خارجی موفق بشه و یه فیلمش نمره 7 توی آی ام دی بی بگیره، بعدشون میاد میان نقد چرت و پرت براش مینویسن. یه نفر فقط یه ذره انگلیسی بتونه بخونه بره همین نقدا رو از سایت راتن تومیتوز، از آی ام دی بی و اینجور جاها بخونه که افراد واقعا با سواد در موردش نوشتن، معناگرایی همه فیلم ها رو میفهمن و میفهمن که چقدر هیت این منتقدای ایرانی الکیه. واقعا برام دردناکه بخوام همچین حرفی رو بزنم، میدونم شاید یه سری ناراحت شن، ولی توی ذات حداقل 30% مردم ایران یه چیزی هست که نمیتونن موفقیت افراد بهتر خودشون رو ببینن. شما توی اینستاگرام برو، الان یه دختری بود من داشتم می‌دیدم چند وقت پیش، دختری بود صدای خیلی قشنگی داشت، آهنگ هایده رو می‌خوندش و خیلی هم قشنگ می‌خوند، یعنی صداش واقعا حجم خوبی داشت، کلا به نظرم خیلی خفن بودش این چیزاش. بعد زیر پستش که میرفتی همه کامنت گذاشته بودن که نه از علکی داد نزن، ما هم تو همون بخونیم صدامون اینطوری میشه، هیچ کس مثل هایده نمیشه، تو اصلا غلط کردی بخوای آهنگمونو بخونی. آقا طرف یه پیجش برده بالا، کلی طرفدار پیدا کرده، صدای واقعا خوبی هم داره، اگه خود بانو هایده زنده میشه زلش گوش میداد میگفت آفرین خیلی قشنگ داری میخونی. بعد طرف اومده توی یه اتاق خالی با صدای خودش خونده، داد زده خونده بدون اینکه بخواد فیلمبرداری خفن بکنه با دستگاه و این چیزها هم بشه. اومده نوشته تو توی حموم خودت خوندی، منم بخونم صدام اینطوریه. یعنی واقعا یه ریورب حاصل از اون اتاق خالی باعث شده صدای طرف شبیه هایده شه. خب تو هم پست بذار شبیه اون بخون، چرا نمیخونی؟ کلا ما یه سری از مردم کشورمون هستن، گفتم نمیخوام بگم شما اینطوری من اینطوری هم، یه سری هستن کلا و این منتقدایی که این حرفا رو زده بودن هم جز به همونا حساب میشن، نمیتونن موفقیت یه نفر رو ببینن و فقط میخوان طرفو بکوبن چون دوست ندارن طرف موفق شه. اصلا دلیل خاصی هم نداره، نمیتونم درکش بکنم اینو، ولی چون خیلی دیدم دور و برم میدونم وجود داره. اصلا طرف نمیتونه توضیح بده چرا این حسی داره به طرف، نمیدونه که چرا به این نفری که موفق شده ازش بدش میاد، ولی بدش میاد، خود به خود اصلا میبینتش میگه من زیر میزنم و بنو نصراشو بشم خوشن نمیازش. این منتقدایی هم که چند تاشینو گفتم واقعا همچین آدمایی هستن و خیلی بده، به خاطر اینکه افرادی که انگلیسی بلد نباشن میرن نقد اینجور آدما رو میخونن و یه جمله کافیه که دید شما رو کلا به یه فیلم تغییر بده و نتونیش لذت ببری. یعنی من بیام توی سایت بنویسم که فیلم فایت کلاب شروور هیچ محتوایی نداره، اصلا معنای گری خاصی توش نیست و کلا محتوای فمینیسم توشه، تو وقتی بری این فیلمو ببینی میای با این دید نگاهش میکنی و اصلا لذت نمیبری ازش، نمیفهمی که معنای خیلی چیزاش چیه چون یه سری جمله تو مخت نوشته شده و با همونه داری نگاهش میکنی. خیلی کار اشتباهیه، یعنی توی اینستاگرام هم همینه، یه نفر واقعا شر استعداد داره خیلی خفنه، یه کامنت بد براش میذارن، طرف قبل اینکه بره فیلم یارو رو ببینه آهنگش گوش بده این کامنت رو میخونه، بعد دیگه نمیتونه لذت ببره چون همه چی براش تموم شده به خاطر همون یه جمله. خیلی بده این. کلا میگم که حواستون باشه چه زندگی خودتون شاید از این آدمو پیدا شه، چه وقتی که دارید در مورد تحلیل یه فیلم میخورید ممکنه همچین نقدهایی رو ببینید چون پرن تو کشورمون خدا رو شکر. برای همین حواستون باشه که تا جایی که میتونید قبل از این که یه اثر هنری رو بخواید ازش لذت ببرید در موردش نقد و کامنت و اینا نخونید، همینطوری کارتون رو بکنید، برداشت خودتون رو یه جا داشته باشید بعد برید این کار رو انجام بدید که این کامنت ها و این نقد ها تاثیرگذار نباشه توی لذت بردنتون از فیلم. اصلا نمیدونم چی شد حرف به اینجا رسید ولی اسکرم باید بگمش دیگه. امیدوارم که خلاصه از فیلم لذت ببرید، فیلمیه که با دوستاتون بشینید ببینید حال میکنه، ترسش خفنه. لایک کامنت ساب یارتون نره، مراقب باشید زندگیتون روتین نشه، همش تغییرش بدید. روزتونم گلسی.